این مدل مرکب متخلخل فرایند کاتالیست هتروژن را در جایی که دو واکنش دهنده جزء A و جزء B از طریق یک لوله تزریق و لوله اصلی به ترتیب وارد می شوند را نشان می دهد. آنها به صورت جزئی قبل از وارد شدن به لایه کاتالیست متخلخل در کانال اصلی با هم ترکیب می شوند و جزء C را شکل می دهند. نتایج پیش‌فرض سرعت، فشار و توزیع اجزا در این راکتور و یک اطلاعات جزئی تر را نشان می دهند. در این نمایش ما مدل راکتور متخلخل را از کتابخانه مدل که در ماژول کمیکال ریاکشن قرار گرفته است باز خواهیم کرد. سپس با نگاهی به معادلات حاکم که مدل را تعریف می‌کنند خواهیم داشت و جنبه‌های مختلف هندسه و نتایج را اصلاح خواهیم کرد. در ابتدا اجازه دهید نگاهی به گام‌های مدل سازی برای برپایی مدل داشته باشیم. یک پارامتر برای دما در کل مدل ایجاد شده است و سه متغیر در جدول variables ایجاد شده است. نرخ واکنش، فاکتور فرکانس و انرژی فعالسازی در ادامه در مدل مورد استفاده قرار می‌گیرند. هندسه‌ای که برای ساخت مدل مورد استفاده قرار می‌گیرد، برای بررسی و اصلاح توسط کاربر در دسترس می‌باشد و مواد به سادگی برای بررسی در دسترسند. نیتروژن گاز حامل در مدل می‌باشد و ویژگی‌های آن برای تعریف جریان و انتقال مورد استفاده قرار می‌گیرند. این مدل ویژگی‌های پدیده‌های انتقال زیر را در نظر می‌گیرد. کانال جریان آزاد با معادلات ناویر-استوکس مدل شده است و دومین محیط متخلخل شامل معادله برینکمن می‌باشد که بستی از معادلات ناویر-استوکس می‌باشد. ویژگی‌های انتقال جرم از طریق نفوذ و همرفت با سینتیک واکنش شیمیایی تعریف شده‌اند. در نهایت انتقال حرارت در این واکنش گنجانده نشده است. بنابراین ما شرایط عایق حرارتی را فرض می‌کنیم. در این مدل